سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم اول در خصوص اینکه چطور پاور بی آی رو با همدیگه نصب بکنیم صحبت بکنیم. پاور بی آی یه نرم افزار خیلی مناسب واسه یه تجزیه و تحلیل داده ها هستش و به ما کمک میکنه که گزارش های خیلی خوبی رو باش بسازیم به راحتی و به سادگی و اینکه در اختیار افراد بذاریم. خب قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم که اصلا پاور بی آی چی هستش، چه کارهایی میتونیم باش انجام بدیم، بهتر اول بگیم که چطور اون رو باید نصب بکنیم. برای نصب اون باید به وبسایت Power BI بریم، powerbi.microsoft.com، و اونجا شما میبینین که Power BI خب یه نرم افزاری هستش که باید خرید بشه، اما به صورت فری و رایگان هم در اختیار ما قرار میده که اگر پایین بیایم اینجا اول باید یه ایمیل وارد بکنین. ایمیلتون باید حتما ورک میل باشه، نمیتونین از جیمیل و یاهو اینجور چیزا استفاده بکنین. اگر دانشجو هستین و ایمیل کاری ندارین، حالا میتونین از ایمیل های دانشگاهیتون استفاده بکنین، از چیزایی که شخصی نیستش. حالا یه ایمیلی رو مثلا جای سرورهای مختلف هستن که در اختیارتون قرار بدن، یه سرچ بکنین میتونین احتمالا پیدا بکنین. وقتی که ایمیلتون رو وارد کردین، یوزر فری رو بزنین و اول ساین اپ کنین. حالا من چون قبلا ساین اپ کردم اون رو واسه خودم میارم، میرم به وبسایت Power BI و میبینین که صفحه کلاود Power BI رو واسه ما لود میکنه و میاره و تو اینجا در واقع ما یک Power BI تحت وب رو داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما خب این تحت وب زیاد شاید سرعتش خوب نباشه، حتما باید به اینترنت کانکت باشین. کاربردهای دیگه‌ای داره تا اینکه مثلا من داشبوردم یا ریپورتمو بخوام اینجا بسازم. شما بهتر پاور بی آی دسکتاپ رو دانلود بکنید و نصب بکنید. برای این کار میتونید بیاین اینجا این سه نقطه رو بزنین، دانلود رو بزنین، پاور بی آی دسکتاپ رو بزنین. بعد ازتون میگه که توی مایکروسافت استور باید واسهتون باز بکنه، این رو اوپن بکنین. اپلیکیشن مایکروسافت استور رو میاره، توی ویندوز 10 هستش. حالا من قبل 10 رو نمیدونم چطوری هستش، ولی توی ویندوز 10 این اپ استور رو واسه تون میاره و شما میتونین این رو اینستال بکنین، دانلود بکنین و اینستال بکنین و بعد چون من اینستال دارم لانچش بکنین. توجه داشته باشین حتما اگه تو ایران هستین باید از وی پی ان استفاده بکنین، چون این اپ استور رو بدون وی پی ان براتون نمیاره. قبل از اصلا باز شدن این اپ استور حتما وی پی ان تون وصل باشه، یعنی میخواین ساین اپ بکنین هم وی پی ان داشته باشین، چون بدون وی پی ان نمیذاره که ساین اپ بشین تو ایران هستین. خب بعد از اینکه نصب کردین اون رو لانچ، حالا من از اینجا میذارم ران بکنین، میتونین از اینجا پاور بی آی تون رو هم بیارین و ران بکنیم Power BI دسکتاپ رو. کاری که ما انجام میدیم بیشتر تو همین Power BI دسکتاپ هستش که حالا بالا بیاد من بهتون نشون میدم. خب زمانی که Power BI رو به سه بار اول باز میکنین، یه چنین چیزی رو تقریبا میبینین که بهتون داره میگه ویدیوهای آموزشی اینجا هستش، داده ها رو میتونیم بگیریم و در واقع داده هایی که تازگی گرفتین کدوم هستش. Power BI خب چون اول با داده باید کار بکنین، به خاطر همین اولین قسمتش هم get data هستش. حالا میتونین از همین جا شروع کنین داده ها رو گرفتن، یا اینکه این رو ببندیم و حالا به صورت کلی به اصلیش رو بگیم. خب وقتی که میبندیم این فضای Power BI هست که میبینیم اینجا یه سری در واقع ریبون داریم که مهم هستن، یه سری اینجا هست و این ریبون بالایی هستش که تبای مختلفی داره و مثل اکسل هم ما اینجا میتونیم شیت های مختلف که ریپورت های مختلف هست رو ایجاد بکنیم. خب ما الان تونستیم وارد نرم افزار Power BI بشیم. وقتی که وارد نرم افزار Power BI میشیم، اولین چیزی که هست همین داده گرفتنه که تو جلسات بعد با هم صحبت میکنیم. ما حالا سعیمون چی هستش؟ ما میخواییم از این Power BI استفاده بکنیم و یه چنین گزارش کلی رو تهیه بکنیم که برای تعداد فروش هستش، گزارش تعداد فروش ها هستش که داریم. خب پس ما تو جلسه بعد اول داده ها رو وارد میکنیم که داده های مربوط به فروش هست و توضیح میدیم که چطور میتونیم داده ها رو وارد بکنیم و بعد از اون سعی میکنیم یه چنین گزارش رو با هم دیگه بسازیم. ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد خدا نگهدار.
برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.